مردم ما داشتن زندگیشونو میکردن با همه این مشکلات داشتن رو میکردن داشتن تحمل میکردن این حکومت بود که مخالفتش با مردم شروع کرد این حکومت بود که جنگش با مردم شروع کرد این حکومت بود که اجازه زندگی عادی رو از مردم گرفت یعنی مردم ما پذیرفته بودن قرار نیست مثلا بهترین کشور دنیا باشیم بهترین کشور دنیا هم نباشیم در حد خودمون داریم زندگی میکنیم من با همه کسانی که سیستم کنونی رو اصلاح ناپذیر میدونن من موافقم اما سوال من سیستم چیه شما سیستم رو عبارت از در جمهوری اسلامی میدونید و میگی جمهوری اسلامی در واقع اصلاح ناپذیر است باید سرنگون شود من میگم چه تضمینیه که قدرت بعدی که میاد چیز شبیه جمهوری اسلامی یا بدتر از جمهوری اسلامی نباشه ما اصیر دولت شبه مدرن هستیم حکومت پهلوی یک دولت شبه مدرن بود و انقلاب اسلامی ایران هم علا اینکه که سلطنت رو نابود کرد نتوانست دولت شبه مدرن رو بین ببره دولت شبه مدرن فی نفس ضد توسعه است میخواد یک شاه سکولار باشه میخواد یک آخوند باشه یا یک جمهوری اسلامی باشه میخواد یک حکومت کمونیستی باشه آگاهی وقتی وارد ایران شد مفاهیم وقتی وارد ایران شد توسط برخی از نخبگان ما درونی شد خداگاهی شد وجدان ملی شد ما حکومت ملی رو از اصر مشروطه داریم واژه حکومت ملی دولت ملی چرا هنو ملت دولت شید؟ رو داریم چرا چون دنبال حکومت ملی چون که یک جای اتفاق افتاد 45 سال پیش ما یک دولت ضد مدرن آمده یه جا دوچار بحران شده حکومت رضا که دولت مدرن بود حکومت پهلوی که اونها هم مدرن بودن سکولار بودن مذهبی نبودن چرا نشد باز میگید یک الدنگی به نام رضا شاه نساشت در اتفاق من اون اون زمان ما در مسیر دولت ملی بودیم اون نه. نه. این امروز میگید نه, اینو این رو امروز میگید زمان اون زمان که نمیگفتیم من که نبودم بودم, نه. نه بودم, نه بودم نه. میگفتم فروغی گفته ای... که مبارده فروغی مبارده مبارده که همراهی ایه... کرده ایه نخبه نخبه اون زمان نه. ما همراهی کرده الان شاهنشاه آرگامر هیکلش هم خیلی قشنگ بود اما زمانی که ما بودیم عوضی تر از این آدم در تاریخ وجود نداشت محمد علی فروغی نمیفهمید اون میفهمید اون میفهمید که داره در مسیر دولت ملی گام میداره.